نگرانی رئیس اجرای حکومت وحدت ملی از پناهگاه های امن طالبان در پاکستان. عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در نشست در مورد صلح افغانستان گفته است که پناهگاه های طالبان در پاکستان بزرگترین مانع فرارای صلح در افغانستان هستند. وی گفته که طالبان به مردم سالاری و ارزش های دموکراتیک باور ندارند و خواهان امارت اسلامی در افغانستان هستند. همزمان با این، مذاکرات میان طالبان و زلمه خلیلزاد در قطر وارد سومین روزش شده است. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان محمد هاشم دانش، آگاه مسائل سیاسی، و پاینده محمد حکمت، مشاور ریاست اجرایی، اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای دانش، برداشت شما از آنچه در این روزها در مورد صلح افغانستان جریان دارد چی است و مخصوصا آنچه رئیس اجرایی موقف گیری کرده شما را به چه نتیجه میرساند؟ نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی، بیننده های محترم و جناب حکمت صاحب. سلام. ببینین، مذاکراتی که در دوحه فعلا جریان داره، قراری بود که مذاکرات بر دو روز و دو روز بعد خلیلزاد مستقیم به کابل سفر داشته می آمد. منتها نظر به گفته های دو طرف که مذاکرات بسیار دلچسب و بسیار خوب پیش رفتن. قبلا هم در این مورد بحث کرده بودیم که چهار اجندایی که سرش بحث صورت میگیره، از گفته هایی که و اطلاعاتی که بر ما رسیده، در سه موردش توافق نظر صورت گرفته و یک موردش هنوز هم جنجال برانگیز است که مسئله آتش بس، تبادله اسیران و لیست سیاه، مسئله طرز ساختن حکومت آینده افغانستان. ولی چیزی که هنوز توافق شده، اینا به توافقات شده، ولی چیزی که بسیار جنجال برانگیز است مسئله بودن ایالات متحده آمریکا در افغانستان که طالبا گفتند که ما برای ملت افغانستان دلایل قناعت بخش را نداریم که ما بتانیم بگوییم که ایالات متحده آمریکا میمانند. ایالات متحده آمریکا تلاش به این داره که حداقل دو یا سه پایگاه باید بر از اینا داده شود در افغانستان و گفته که ما هنوز هم قانونمندتر در اینجا برخورد میکنیم. ولی مسئله تا هنوز هم جنجال برانگیز است. چیزی که حکومت افغانستان را بسیار نگران ساخته که حکومت آینده افغانستان که یا حکومت موقت خواهد بود، ایالات متحده آمریکا تمام صلاحیت طرز ساخت اجرا به طالبان دادن، یعنی ای که در رأس اداره حکومت آینده هر کسی که قرار میگیره باید انتخاب طالبان باشن و فقط در مورد بودن ایالات متحده آمریکا همین شرط را اگر طالبان قبول بکنه حکومت افغانستان به اشیا میره. و یگانه نگرانی که دکتر صاحب عبدالله مطرح کردن، گرچه گپی نوره نگفتن، که پناهگاه نیروهای طالبان در پاکستان است، یه گپی هست که این 17 سال مکمل تکرار میشه و کلگی این گپ را. اما نگران هستن حکومت افغانستان و بارها ما شما سر این موضوع تبصره کردیم. و چیزی که زلمه خلیلزاد بسیار اشتباه کردن و این موضوع را بسیار به درازا کشان این بود که نباید خلیلزاد پیش از اینکه بستر مسئله صلح را هموار میشد، این مسئله را زیاد باید مطبوعاتی نمی ساخت. هر قدری که اینا مطبوعاتی ساختن خواستای طالبا بلندتر رفتن. هر قدری که اینا خوشبینی نشان دادن، کشورهای منطقه بیشتر مداخله کردن، بیشتر طالبا را تشویق بر این کردن که امتیازات بیشتر را بگیرن. به این لحاظ نباید به این اندازه این موضوع مطبوعاتی میشه. سپاسگزارم آقای حکمت. چرا رئیس اجرای کشور در مورد اون چی که در مورد صلح افغانستان جریان داره مشکوک است؟ ډیر زیاته مننه، تشکر. سلامونه ونی که هیلی د بحث کنوالو ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. دی وسلوالو طالبانو دریز، دی وسلوالو طالبانو رویه، چلند او غوښتنې پټی نه دي، مشکوکې نه دي. دوی په هماغه خپل فکری او یا ایدیالوژیکي نظریه باندې تاکید کوي چې هغه اسلامي امارت دی، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب په سویس کې وویل، او همدا ډول د وسلوالو طالبانو باندې د پاکستان نفوذ دی. دا دواړه هغه شیان دي چې زما په نظر د افغانستان خلک یې منلو ته تیار نه دي. تر څو چې طالبان د نفوذ د پاکستان له نفوذه نه وي خلاص شوي، مذاکرات به پیشرفت ونه کړي. او دا ډول که موږ وایو چې بیا دې هم طالبان د نویمو کلونو په شان کابل ته داخل شي او هماغه طرز العمل او هماغه دستورو یا عین چې دوی غوښته بیا دې پلی کړي، زه فکر کوم چې افغانان دې ته تیار نه دي. په دې افغانستان حکومت هم حاضر نه ده چې داسې یو سوله وسي طالبان سره؟ یعنی تر اوسه دا ټولې مقدماتي خبرې دي، یعنی هغه عملي پورې مذاکرات نه دي پیل شوي. هغه عملي شیان، هغه عملي مذاکرات
چې په دې کې خواسته مطرح کیږي نو وسلوال طالبانو مطرح کړی دي نه د افغانستان حکومت مطرح کړی دي وسلوال طالبان لا اوس هم په زور تاکید کوي وسلوال طالبان لا اوس هم د افغانستان حکومت او بلکې په دې جغرافیا کې د دیرش ملیون شاوخوا انسانان ندیده ګڼي او موږ دې ته حاضر نه یو چې بنا د امریکایانو نقش په دې پروسه کې صرف دی او اسان چاري دي تحصیل کوونکي دي او دوی نشي کولای چې د افغانانو برخلي کوټه کې تبي درسته ده چې دا د افغانستان د حکومت یو ستراتیژیک متحد دوست دی نږدې دوست دی د افغانستان سره ډېرې مرستې کړي د دغه ولسواکۍ په راتګ کې د امریکایانو مرستې له هېرېدو نه دي ولې دا نشي کولای چې د افغانانو برخلي کوټه کې او دوی د فیصله وکړي د طالبانو بله یو بل مورد چې اجرایه رئیس ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د ترهګرو پټنځایونه لا هم په پاکستان کې شته د دې سره سره چې ښاغلي خلیلزاد ویلي پاکستانیان اوس عملی اقدامات پیل کړي تاسو په دې باور یاستئ چې پاکستان تر اوسه پورې همکاري کوي د سولې د خبرو اترو سره دې ورځو کې د پاکستان د تعهد او د ژمنې خبرې زیاتې شوې دي د پخوا په پرتله ولې هغه شی چې موږ انتظار لرو د افغانستان خلک انتظار لري هغه عملی ګامونه دي ولې متاسفانه تر اوسه اسلام آباد په دې برخه کې عملی ګامونه نه دي اخیستي دوی هغه نفوس چې په وسلوالو طالبانو لري تر اوسه نه په سمه توګه استفاده نه ده کړې زموږ تاکید دا دی که چېرته اسلام آباد په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو او امنیت سره همکاري وکړي او بالاخره دغه جنګ ختم شي دوی کولای شي دوی ډېر خرول لوبولی شي ولې متاسفانه دوی تر اوسه نه دي کړي وسلوال طالبان لا هم په کراچي او پېښور او اسلام آباد او لاهور خرونو کې اوسیږي لا هم دوی لخوا اکمالیږي لا هم دوی ته ایجنډا د خبرو ورکول کیږي چې دوی د بحثونو ایجنډا باید څه وشي یعنې هغسې چې فکر کیږي چې وسلوال طالبان آزاد دي په خبرو کې نه دي آزاد ځکه په دې خو زه هم پوهېږم تم پوهېږي دا ټول کتونکي لیدونکي پوهېږي چې د دې مازل د دې جنگ اصلي قربانیان افغانان دي دا جغرافیه د افغانستان جغرافیه په ور کې سوځي نو دا کوم منطق ده چې ته د امریکایانو سره خبرې کوي د افغانانو سره خبرې نه کوي ولی ښاغلي دانش ویل چې د افغانستان حکومت په اصل قضیه کې شریک نه ده د سولې د خبرو اترو تر اوسه نه تاسو یې معنی چې شریک نه هغه څه خلیلزاد طالبانو سره پیغږی کې تاسو اصلا پی خبر نه یاست تر اوسه یو د خبره خبره ده یو د عملی د مداخلي خبره ده تر اوسه وسلوال طالبان د افغانستان حکومت لپاره رسمیت نه پیژني تر اوسه له دوی د افغانستان د حکومت سره د خبرو نه انکار کوي نو که دوی سل ځله د امریکایانو سره کینې فکر کوم دا د سولې د راتګ سره مرسته نشي کولی ځکه د دې قضیې اصلي لوری د افغانستان حکومت دی امریکایان یوازې کولی شي چې دواړه لوري قانع کړي چې د خبرو میز ته کینی نو کله چې دواړه لوري د مذاکرې میز ته کیناستل بیا هغوی هم خپلې غوښتنې کوي د افغانستان حکومت هم ولې یو شی چې باید موږ پرې تاکید کوو افغانان پرې تاکید کوي هغه د تیرو اتلسو کلونو راسته راوړنې دي د افغانستان اسلامي جمهوري نظام دی د بشر حقونه دي او داسې نور یعنی دا په هیڅ صورت کې افغانانو ته د منلو نه ده چې دوی د بیا نویو کلونو ته ولاړ شي او هغه شی چې پخوا بیا د دوی ومني ذهنیتونو تغییر کړی حالاتو تغییر کړی دی دغه پخوانی افغانستان ډېره زیاته مننه د خپرونې پاتې برخه وروسته له لنډې دمې باز هم خوش آمدین آقای دانش یک چیزی که برای مردم افغانستان واضح نیست خب درست است مردم همیشه صلح میخوان و صلح یک نیاز اصلی است ولی چیزی که برای مردم هنوز مشخص نیست وی است که آمریکایی ها چگونه صلح میخوان در افغانستان اونها به هر شکلی که باشن میخوان طالبان را وارد کابل بسازن و صلح شوه با این گروه امارت اسلامی را شکل بدن یعنی اونها میای به حکومت افغانستانی که قانون اساسی داره ارتش داره کل مسائل اینجا شکل گرفته با اینها یک جای شوند بدبختی در این است که ابتکار عمل از دست حکومت رفت بدبختی این ملت است چطور یعنی؟ که اگر ابتکار عمل به دست حکومت می بود شرط تر حکومت وضع می کرد حکومت به این شرط وارد مذاکره می شد که 18 سال دستاورده را به برباد ندهد متاسفانه که شورای عالی صلح که در مدت 17 سال است که اینجا کار میکنه یک شورای غیر فعال و پسیف است نتانستن که مذاکرات بین الافغانی را شروع بکنه حکومت هم در مدت 4.5 سالی که از عمرش میگذره این حکومت هم نتانست که همین شورا را یک ساختار جدید را بسازه که دارای طرح برنامه و استراتژی باشه ما بارها گفتیم که این مذاکرات نباید در دوحه و جده و تهران و جای دیگه شروع میشد باید در هلمند و اروزگان و فرا و نمروز مذاکرات بین طالبان کجا حاضر هستند به همین گونه مذاکرات ما یک گپی که باید همیشه سرش بحث بکنیم
ایست که وقتی که استقلال حکومت افغانستان را طالبا در عمل دیدن در مذاکرات مسکو طالبا منکر از این گپ شدن. مثلا چطور؟ وقتی که در مذاکرات مسکو از حکومت افغانستان دعوت به عمل آمد، حکومت افغانستان منتظر پنتاگون و کاخ سفید بود که از اونجا بر از اینا چراغ سبز نشان داده میشه یا سرخ. وقتی که چراغ سرخ از پنتاگون بر اینا نشان داده شد، اینا انکار کردن به مذاکرات مسکو حاضر نشدن. وقتی که طالبا دیدن که اینا به مذاکرات مسکو حاضر نشدن، دیدین که اونا گفتن که ما به حکومت افغانستان یک جای نمیشیم. ما را حکومت افغانستان دست بسته تسلیم حکومت پاکستان کرده. ما به گپای دکتر صاحب عبدالله به یقین که آل نگران است، ملت افغانستان هم نگران هستند. شما ببینین اگر به پاکستان وعده و وعیدهای مطابق منافع پاکستان داده نشده باشند، پاکستان که دارای سه ارگان و نظریات مختلفی داشتند، یعنی یک وقت در قضیه افغانستان استخباراتش یک گپ رو میزد، اردویش گپ دیگه رو میزد، حکومتش گپ دیگه رو میزد، ولی امروز عرصه‌اش هم زبان یک گپ رو میزنن که ما در افغانستان صلح میخواهیم. ولی آمریکایی ها چگونه صلح میخوان آقای دانش؟ آمریکایی ها شکل میتن یا نه طالبا را میارن با این حکومت یک جا میسازن؟ ملت افغانستان خواهان عزیز است که طالبا باید شریک قدرت در افغانستان شوند، اما طالبا میخواهی حاکم حکومت افغانستان بشوند. و آمریکایی ها هم قبول میکنند و آمریکایی ها این گپ را قبول دارند که باید طالبا در حکومت موقت، هر کسی که مورد تایید طالبا باشه باید او در رأس اداره موقت قرار بگیرد. آقای حکمت، حکومت افغانستان حاضر است با همچو شرایط وارد مذاکره شود با طالبا و قبول بکنه شرایطی را که خب آقای دانش اشاره کردن بهش؟ در وسط وسلوال مخالفین در افغانستان دی حکومت دی موجودیت نجالب داده چه انکار کی نو بیا پدی مانند سیرشتی هم دوی دل دا امارات اسلامی غوری دا بحث با آل مهم وی او دیر با گتور وی چی طالبان دی افغانستان دی حکومت سره بین افغانی مذاکرات پیل کی نو بیا لغی روز تمنگ ویل شو چی طالبان سغواری، افغانان سغواری، دی افغانستان حکومت سغواری، امریکایان سغواری. ولی وست خاقلی دانش ویلی چی طالبان و امریکایان اگر کم مهم او اساسی ټکی دی په غو باندې په توافق سره رسیدلی، مثلا د امریکایانو اوسیدل په افغانستان کې د زندانیانو تبادله او دا شان باید د افغانستان حکومت سره وسی، ولی که داسې څه وي نو ظاهرا داسې معلومیږي چې امریکایان د افغانستان د حکومت په استایستوب غږیږي. په هیڅ صورت دا نشي کېدلی. ما ویل چې امریکایان د افغانانو د افغانستان د حکومت یو ستراتیژیک متحد ملګری دی، ولی برخلیک ټاکونکی نه دی. دا د افغانستان د برخلیک خبره ده، دا د افغانستان د سرنوشت خبره ده، او افغانان به خپل سرنوشت په خپل ټاکی. که چیرته وسلوال طالبان وغواړي چې په قدرت کې داخل شي، دا هغه د کوتک او د سوټي وخت نه دی. دلته ډیموکراتیکې پروسې دي، خلکو قرباني ورکړې ده، نهادینه شوي دي. کولی شي چې راشي لکه د حزب اسلامي مشر حکمتیار چې راغی کېناست په انتخاباتو کې ثبت نام وکړ، دوی هم کولی شي چې راشي کینی په انتخاباتو کې ثبت نام وکړي، خپل اکثریت ثابت کړي. که یې ونک انتظار دی وکړي بلې دورې ته، که دوی غواړي چې دوی دې په زور راشي او یا که دوی غواړي چې دوی دې بیا هماغسې چې څنګه وو په هماغه شکل د حکومت وکړي، فکر کوم چې نه دا خاوره دې ته حاضره ده او نه افغانان او نه د افغانستان حکومت هم، که حتی که امریکایان هم ورته ووایي حاضره نه ده چې در قمسولهومنپه هیڅ صورت که وسي که امریکایان در باندې جبران تحمیل کړي، بیا څنګه؟ افغانستان یو مستقل هیواد دی، افغانان مستقل دي، دلته د جبر او د اکراه خبره نشته. هغه شی چې زموږ د ملي منافعو سره په ټکر کې، هغه شی چې افغانان نه غواړي، هیڅوک دا صلاحیت نه لري، هیڅوک دا نشي کولی چې پې تحمیلي. بله، تصمیم گیری اصلی بس وخت میتوانست که حکومت پشتیبانه ملی میداشتن، پشتیبانه مردمی میداشتن. ما بارها گفتیم که حکومت در 4.5 سال خود، ما از فاصله حکومت با مردم صحبت میکردیم، حالا از نفرت مردم نسبت به حکومت صحبت میکنیم. حالا مردم از حکومت چنان به سطوح آمدن است که کوشش میکنن زودتر از این وضعیت خلاص شوند. ما به گپ حکمت صاحب وقتی معتقد میبودم که حکومت پشتیبانه ملی را با خود میداشتن، یعنی عذاب سیاسی با اینا میبودن، نهادهای مدنی با اینا میبودن، سیاسیون و ملت امرای حکومت میبودن. بعد از در این صورت امریکا نمیتونست هیچ چیز سر ملت سر حکومت تحمیل کنه. ولی حالا که با حکومت نه ملت است، نه مردم است، نه عذاب سیاسی است، نه نهادهای مدنی است، حکومت به دست یک تعداد انگشت شمار سر مردم به زور حکومت میکنن و از مردم فاصله دارن، سر این حکومت پروژه 6 ماهه خلیلزاد که طرح آمریکایی 100% قابل تطبیق است، کوچکترین صدای خودم این حکومت بلند کرده نمیتونه. ولی آنچه که رئیس اجرایی برش اشاره کرده، امارت اسلامی، خب مردم هم دیگه نمیخواه همچون حکومت مردم امارت اسلامی را مردم نمیخواهند. طالبان زیر نام امارت اسلامی
اسلامی نمیاین در اینجا، امارت اسلامی دیگه به تاریخ سپرده شدن. اما طالب امروز اضافه تر از 50% قدرت را میخواه. طالب امروز میخواه در رأس اداره قرار بگیره. طالب امروز در حکومت موقت را مطابق میل خود میخواه، قانون اساسی را مطابق میل خود میخواه، تمام قوانین نافذه کشور را تعدیلش میخواه، لوی جرگه را میخواه دعوت بکنه. اینا همه گپایی است که حکومت دکتر صاحب اشرف غنی مخالفش هست، ولی طالب امروز میخواه. امریکا در پشت سر تمام گپا را قبول کرده. اگر اصل چنین می بود که حکومت افغانستان وارد مذاکره میشد، در سه دور خوب باید در یک دور باید حکومت افغانستان تنها طالبان و امریکا نشست میداشتند، در دور دوم باید شامل میشد، در دور سوم باید شامل میشد. تا هنوز که مذاکرات به نهایی ترین مراحل خود رسیدند و هم حکومت میگه و حکومت امریکا میگه و هم طالبان میگه که ما با در مذاکرات پیشروی های بسیار خوبی را کردیم و به نتایج بسیار خوبی رسیدیم، هنوز هم سران حکومت ما در سوئیس هستن و هنوز هم هیچ دخیل مذاکرات نیستن، به این معنی هستن که مذاکرات در پیش میره، حکومت در عشه میمانه. حکومت بولی در افغانستان حکومت در سول بقیه کمی خبری سی در امریکایان و در طالبان و تمنز روانی دی که بخی بیگانه کاری اصلا در خبری در افغانستان در حکومت ندی، نوزه که بیگانه دی امریکایان و در طالبان و خبری دی آقا وقت پا در افغانستان حکومت پا دی که داخلی چی وصله وال طالبان در مذاکره میسته کی زه تا ته وایم که اوس امریکایان او طالبان موافقه وکړي او افغانان هغه شی ونمني یا هغه دلته د تطبیق وړ نه وي، نو دا موافقه څه معنی؟ هله به دا مذاکرات کامیاب وي، هله به دا مذاکرات ډیر خوشبین وي چې د افغانستان د حکومت سره د مذاکرې میسته کینی، ځکه دا د قضیې اصلي طرف دی. خو تاسو بیخي طالبان طرف نه مني؟ چې طرف نه مني دوی د مذاکرات کوي، نو دا څلورم دور دی. تاسو کومه نتیجه ولیدله؟ که دوی لسم دور ته هم لاړ شي د افغانستان د حکومت خلک د افغانستان استازي په دې مذاکراتو کې شامل نه دي، دا مذاکرات بین الافغاني ونه وسی، نتیجه به ورنه کی. خو ښاغلی دانش وایي نتیجه ورکړې، سول هم راځي. نو زه د دانش صاحب خبرې ته احترام لرم، دا د خپل شخصي نظر دی. سوله به هغه وخت وي چې موږ دلته آرامي اوسو، افغانان سره ورونه اوسي، دا د جنګ او د جګړې خبرې ختم شي، بیا به سوله وي. نو که داسې خیالي سوله راتله خو تر اوسه به راغلې، او د دې نظام د بقا دپاره، د سولې د راتګ دپاره دا دانش صاحب چې وایي چې خلکو فاصله نیولې، فاصله نیولې په داسې ملي مسایلو کې، بیا فاصله نیول دا لا موږ ته ضرر دی، د یو ملت په توګه، د افغانستان د اوسیدونکو په توګه. نو اوس هغه ډېره اساس او تاریخي مرحله ده که موږ ګیلې لرو، شکوې لرو، نارضایتیان لرو، دا باید شاته کړو. دا د افغانستان د برخلیک، دا د افغانستان د بقا خبره ده. خو وظیفه حکومت کې د دې لامل ګرځېدلی چې خلک فاصله ونیسي د حکومت نه؟ اوس د فاصلې تاسو وګورئ، نور ملتونه، نور حکومتونه وګورئ، په دغسې مواردو کې دی شریک وي، دی د خپل حکومت که خفګان هم وي، ستونزې هم وي، مشکلات هم وي، بیا په داسې غټو مسایلو کې چې هغه برخلیک ټاکونکي وي، هغه سرنوشت ساز وي، ټول یو کېږي. که سبا ته دغه فیصله یا یو کار کېږي، نو زه متضرر کېږم، ته متضرر کېږي، دانسې هم متضرر کېږي، بالاخره دا وطن ټول متضرر کېږي. نو بنان زما غوښتنه دا ده چې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ، زموږ دانشوران، دانش صاحب او داسې نور ټول ملګري باید د حکومت تر شا ودرېږو او په دې تاکید وکړو چې دا مذاکرات د افغاني مذاکرات وسي او دا مذاکرات د افغانستان د حکومت په رهبرۍ وشي. که داسې ونه شي نتیجه هم نه ورکوي، او په پایله کې که هره پایله راځي، هره نتیجه راځي، موږ ټول به منتظری یو. آقای دانش، خوب یک بحثی که آقای حکومت داشتن در کنار ازی، وقت کل گپ میان طالبا و آمریکایی ها از سفرهایی که در این اواخر شورای عالی صلح رهبرانش میکنه، این به چه معنا است؟ اینها پس به دنبال چه هستند؟ سران حکومت وحدت ملی، ما پیش از یک سر ازی بحث بکنم، یک بحثی میکنم که ما به این هستیم که با منافع ملی افغانستان بر ما بسیار ارزش دارد. ما معتقد به این هستیم که پس باید به امارت اسلامی افغانستان برگشت نکنیم. ما باید دستاوردهای 18 ساله ای که به قیمت خون 28,000 انسان در اینجا آمده، این باید حفظ بشه. ولی چیزی که بسیار نگران کننده هست ایست که ما میگم که آیا ما میریم به طرف انتخابات؟ انتخابات در که دو نهاد بیکفایت که یکیش حکومت است، یکیش کمیسیون است. فرایند دو نهاد بیکفایت را بغیر از بحران چیزی دیگه را شما پیش بین هستین یا نیستین؟
ما فکر میکنم که ما عقبگرد تاریخ هست که ما میریم به طرف اداره موقت، اما فرایند حکومت خودش بحران به وجود میاره. شما افغانستان تجزیه میکنه. حکومت موقت هستین. ما طرفدار حکومت موقت هستم. ما میگم که انتخابات پارلمانی را، یک انتخابات بسیار ساده را اینا نتانستن سازماندهی کنه. حکومت به تمام توان خود میبینه دروازه کابل بند است و دچار بحران است. انتخابات ریاست جمهوری در موجودیت امی حکومت ما به طرف تجزیه میریم، ما به طرف جنگ خانه به خانه میریم. بله، ما حرف رئیس جمهور هم حتماً باید تان است به کسایی که طرفدار بله او گپ به ذهن ما هستن که طرفداران حکومت موقت را بسیار به کلمات بله. غلط، اما رئیس جمهور باید بفهمند که صاحب چنان حکومت بی کفایتی هست که افغانستان را به طرف تجزیه و بحران میبره. حکمت په ډیر لندو کې کوی چې باید وسینو بیا په داسې وضعیت کې موږ یو ولسیو په تیرو کلونو کې هم ډیر داسې هڅې وشوې چې افغانستان ویشي په قومونو په حزبونو سمتونو. موږ یو ولسیو، افغانستان نه تجزیه کیږي. ولې زما غوښتنه دا ده چې موږ اوس هغه وخته چې موږ ټول باید افغانستان د حکومت تر شا ودرېږو او ملاتړ وکړو. ډېره زیاته مننه، خیلی سپاسګزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل، و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.